خب در سوال اول گفته اگر اف ایکس یک تابع همانی باشه، جی ایکس یک تابع ثابت باشه، جی ایکس اچ ایکس باشه، جی ایکس به توان دومن های دو تا اف ایکس در جی ایکس و داشته باشیم اچ 3 برابر با منفی 8، حاصل اچ 2 کدام میتواند باشه؟ خب ببینید بچه‌ها، وقتی گفته اف ایکس یک تابع همانیه، تابع همانی یعنی چی؟ تابع همانی یعنی در واقع ضابطه اف ایکس بوده، اف ایکس مساوی ایکس. بعد بهتون گفته جی ایکس هم یک تابع ثابته، یعنی ضابطه جی ایکس بوده، جی ایکس مساوی کا. پس تابع اف ایکس همانیه، جی ایکس هم ثابته، مثلا یه عددی مثل کا. بیایم در داخل این رابطه‌ای که بهمون داده جایگزین میکنیم. اچ ایکس مساوی با جی ایکس به توان دو، یعنی میشود کا دو منهای دو تا اف ایکس در جی ایکس، یعنی دو تا کا ایکس. به این ترتیب ضابطه تابع اچ ایکس رو ما داریم. مسئله اچ 3 رو بهمون داده منهای 8، اچ به ازای 3 رو داده منهای 8. یعنی اگر بیام در داخل تابع اچ به جای ایکساش 3 بذارم، که حاصل می شود کا 2 منهای 6 کا برابر است با منفی 8. همه رو میارم یک طرف و میتونم کارو پیدا بکنم. کادو منهای 6 کا به علاوه 8 مساوی 0، میتونم تجزیهش بکنم. جمعش منهای 6 ضربش 8 میشود کا منهای 4 در کا منهای 2 مساوی 0. و از اینجا دو تا مقدار برای کا به دست میاد، یک کا به دست میاد 4 و یک کا به دست میاد 2. حالا مسئله گفته مقدار اچ 2 کدام میتواند باشد. چون مسئله گفته کدام میتواند باشد، یعنی باید به ازای هر دوتا کا امتحان بکنید ببینید کدومش در گزینه به دست میاد. خب من میام بررسی میکنم، یک مرتبه کا رو 2 قرار میدم. اگر مقدار کا رو 2 قرار بدم، در این حالت اچ ایکس ضابطش به دست میاد 4 منهای 4 ایکس. اگر هم بیام مقدار کار رو 4 قرار بدم، ضابطه اچ ایکس به دست میاد 16 منهای 8 ایکس. حالا مقدار اچ 2 رو از همون خواسته، در اینجا اگر به جای ایکس هم 2 قرار بدم میشه 4 منهای 8 که میشود منهای 4. اینجا اگر به جای ایکس هم 2 قرار بدم اچ 2 میشه 16 منهای 16 و میشه 0. که اگر گزینه ها رو نگاه بکنید، این منهای 4 در گزینه تون وجود داره، یعنی جواب میشه گزینه 1. خب در سوال بعدی، در سوال 102، اف ایکس به علاوه 1 رو داده، فعلا بهش کاری ندارم. گفته نمودار اف ایکس را، نمودار تابع اف ایکس را 2 واحد به سمت چپ و 4 واحد به سمت پایین انتقال میدهیم. خب بچه ها، وقتی گفته 2 واحد به سمت چپ انتقال میدیم، یعنی ضابطه تابع اف ایکس میشود کمانش ایکس به علاوه 2. به ایکس هم 2 تا اضافه کنم، یعنی 2 تا میره سمت چپ و 4 واحد میاد پایین، یعنی از کل 4 تا کم میشه. پس من در واقع تابع اف ایکس به علاوه 2 منهای 4 رو میخوام. خب من چی رو دارم؟ من ضابطه اف ایکس به علاوه 1 رو دارم. چی کار بکنم؟ من ضابطه اف ایکس به علاوه 2 رو میخوام. چی کار بکنم از اون به این برسم؟ میگم کافیه بیام به جای ایکس این ایکس به علاوه 1 بذارم. اگر به جای ایکس بذارم ایکس به علاوه 1، کمانش میشه ایکس به علاوه 2 دیگه. پس در داخل این کمان اف ایکس به علاوه 1، اگر به جای ایکسش ایکس به علاوه 1 بذارم، کمانش اف ایکس به علاوه 2 ساخته میشه. پس بنابراین به جای ایکس ایکس به علاوه 1 میذارم، میشود ایکس به علاوه 1 به توان 2 منهای 3 در ایکس به علاوه 1. یه منهای 4 هم که جلوش داشتم دیگه، از کل 4 تا کم شده، 4 تا اومده به سمت پایین. خب ضابطه یه تابع به دست اومد، میتونم بیام این رو بازش بکنم. بازش بکنم میشود x2، یه 2x اینجا میده با منهای 3x میشه منهای x، یه دونه 1 به هم میده با منهای 3 میشه منهای 2، با منهای 4 میشه منهای 6.
ضابطه تابع به دست اومد. حالا گفته نمودار جدید محور ایکس ها رو کجا قطع میکنه؟ تلاقی با محور ایکس ها تابع رو مساوی صفر قرارش میدم، تجزیهش میکنم ایکس منهای 3 در ایکس به علاوه 2 مساوی صفر و طول نقاط تلاقی به دست میاد، یه دونه ایکس مساوی 3 و یه دونه ایکس مساوی منفی 2. طول تلاقی نمودار جدید با محور ایکس ها که اگر گزینه ها رو نگاه بکنم جواب گزینه 1 خواهد شد. در سوال 103 گفته شکل زیر نمودار تابع fx هست، دامنه تعریف این تابع را از همون میخواد. خب بچه ها، دامنه تابع رادیکالیه. ما برای به دست آوردن دامنه تابع رادیکالی میایم عبارت زیر رادیکال رو بزرگتر و مساوی صفر قرار میدیم. حالا باید ریشه ها رو پیدا بکنم و جدول تعیین علامت بکشم. اولی رو مساوی صفر قرار بدم، ریشش می شود x مساوی 1. دومی رو مساوی صفر قرار بدم، با توجه به نمودار ریشه هاش میشه نقاط برخوردش با محور x ها، یعنی ریشه های تابع f چه عددی خواهند شد؟ یه دونه x مساوی 0، یه دونه x مساوی با 2 و یه دونه x مساوی منفی 2. این هم ریشه های تابع f، نقاط برخورد یا تماسش با محور x ها. نوع ریشه ها، ریشه 1 چون یه بار بوده یه بار تکرار شده نوع ریشه میشه ریشه ساده، ریشه 0 چون محل برخورده میشه ساده، ریشه 2 چون محل برخورده ساده است، ریشه منفی 2 چون محل تماسه مضاعف یا مکرر زوجه، حالا فرقی نمی کنه. میدونیم در اطراف ریشه های ساده علامت عوض میشه، در اطراف ریشه های مضاعف علامت عوض نمیشه. حالا بعد از تعیین ریشه ها جدول تعیین علامت میکشم و عبارت مورد نظرم رو در اطراف ریشه ها تعیین علامت میکنم، از کوچیک به بزرگ ریشه ها رو مرتب میکنم. یه دونه ریشه منفی 2 دارم، یه دونه ریشه 0 دارم، یه ریشه 1 دارم، یه ریشه هم 2 دارم. همه ی ریشه ها هم ریشه ساده بودن، فقط منفی 2 ریشه مضاعفه، یعنی علامت در اطرافش عوض نمیشه. برای تعیین علامت در آخرین خونه سمت راست علامت رو پیدا میکنم، از 2 تا مثبت بی نهایت علامت چیه؟ خب همینطور که میبینید از 2 تا مثبت بی نهایت تابع F بالای محور ایکس هاست، یعنی تابع F مثبته. از 2 به بعد شما هر عددی بذارید، مثلا 3، 4، هرچی، 2x منهای 2 هم مثبته. پس 2x منهای 2 برای x های بعد از 2 مثبته، fx هم که برای x های بعد از 2 مثبت، مثبت در مثبت میشود مثبت. پس آخرین خانه سمت راست علامت مثبت هست، چون 2 ریشه ساده است علامت عوض میشه، 1 ساده است علامت عوض میشه، ساده است عوض میشه، ولی منفی 2 چون ریشه مضاعفه علامت در اطرافش عوض نمیشه. پس علامت شروع در آخرین خانه سمت راست رو پیدا کنید، ریشه ساده علامت رو عوض کنید، ریشه ساده عوض کنید، ریشه ساده عوض کنید، ریشه مضاعف علامت در اطرافش عوض نمیشه. من کجاها رو میخوام؟ قسمت های مثبت رو میخوام، یعنی جواب میشه این قسمت و این قسمت، یعنی میشه از 0 تا 1 و از 2 تا مثبت بی نهایت. پس بنابراین جواب من میشود از 0 تا 1 بسته، از 2 تا مثبت بی نهایت. فقط بچه ها به دلیل اینکه روی نامعادله علامت مساوی صفر داریم، باید تمام ریشه های ما در داخل جواب باشن، چون تا به مساوی صفر میشه ریشه هامون باید تو جواب باشن. خب ما بازه بسته 0 و 1 داریم، 0 و 1 تو جواب هست، بازه بسته 2 تا مثبت بی نهایت داریم، یعنی 2 هم تو جواب هست، ولی منفی 2 تو جواب نیست. منفی 2 هم تابع رو صفر میکنه ولی تو جواب نیست، به خاطر همین
در نهایت میگم اجتماعش با منفی دو که جواب گزینه سه میشه. پس حواستون باشه اگر نامعادلتون مساوی صفر داشته باشه، باید تمام ریشه هایی که تابه رو صفر میکنن توی جواب نامعادله باشه. یک و صفر و دو که تو جواب نامعادله بود، چون منفی دو تو جواب نبود، به عنوان یه تک نقطه اجتماع در نهایت در نظر میگیریم. خب اما سوال 104 گفته کدام یکی از توابع زیر با این تابع مساوی است. خب همه ما میدونیم که شرط اینکه دو تا تابع با هم مساوی باشن، دامنه هاشون مساوی باشن قبل از ساده کردن، ضابطه هاشون مساوی بشن بعد از ساده کردن. این تابع جزء سعی x به علاوه جزء سعی منفی x یه تابع خیلی معروفه. ما میدونیم تابع جزء سعی x به علاوه جزء سعی منفی x یا میشود صفر اگر x صحیح باشد، یا میشود منفی 1 اگر x صحیح نباشد. و با توجه به این که عبارت جزء سعی x به علاوه جزء سعی منفی x زیر رادیکال قرار گرفته، پس بنابراین فقط میتونه صفر بشه. یعنی در واقع دامنه این تابع فقط میتونه x های صحیح باشه. پس بنابراین من فقط میتونم حالت اول رو در نظر بگیرم به دلیل اینکه زیر رادیکال قرار داره. پس بنابراین تابع fx مساوی است با رادیکال جزء صحیح x به علاوه جزء صحیح منفی x. به جاش میتونم فقط صفر بذارم، حاصل میشود صفر. دامنش هم میشود x های عضو z. پس ضابطه fx بعد ساده کردن صفر میشه، دامنش هم اعداد صحیح هست. حالا شما باید برید گزینه ای رو پیدا بکنید که این ویژگی رو داشته باشه. بچه گزینه دو که با نگاه اول رد میشه دیگه، به خاطر اینکه y مساوی صفر تابع ثابت دامنش آره. گزینه یکم جزء سعی x به علاوه جزء سعی منفی x، اینجا نمیتونه تو مخرج قرار داره منفی 1 بشه، فقط میتونه صفر بشه که بعد میشود 1 به روی 1 میشود 1. یعنی اگر شما اینو سادهش کنید، به جای جزء سعی x به علاوه جزء سعی منفی x فقط میتونید صفر رو بذارید، منفی 1 رو نمیتونید بذارید، چون اگه بذارید مخرج صفر میشه، تعریف نشده میشه. فقط در این حالت اینجا میتونید صفر بذارید، حاصل میشه 1 1 میشه 1، خط 1 میشه، در حالی که باید خط 0 در بیاد. خب قاعدتا گزینه 3 باید باشه. من میرم گزینه 3 رو بررسی میکنم ببینم گزینه 3 داستانش چی هست. تابع ایگرگ مساوی با رادیکال منفی سینوس به توان 2 پی ایکس. خب بچه ها سینوس به توان 2 یک عبارت همواره مثبته. وقتی یه منفی پشتش ضرب میشه، میشه یک عبارت همواره منفی. خب یک عبارت همواره منفی که نمیتونه زیر رادیکال قرار بگیره. میگم چرا؟ زمانی میتونه زیر رادیکال قرار بگیره که صفر بشه. پس عبارت منفی سینوس به توان 2 پی ایکس در واقع یک عبارت همواره منفی یا صفره. زمانی میتونه این رابطه برقرار بشه که این عبارت منفی سینوس 2 صفر بشه. خب بچه سینوس چه زمانهایی صفر میشه؟ مثلا شما اگر به x 1 بدید میشه سینوس پی صفره، به x 2 بدید 2 پی صفره، منفی 1 بدید منفی پی صفره. یعنی اگر من به x اعداد صحیح بدم، حاصل عبارت سینوس به توان 2 صفر میشه و زیر رادیکال میتونه قرار بگیره. پس بنابراین اگر به x اعداد صحیح بدم، مقدار منفی سینوس 2 زیر رادیکال صفر میشه و حاصل برابر با صفره. و همینطور که میبینید ضابطه هاشون با هم مساوی میشن، دامنه هاشون هم با هم دیگه مساوی میشن. پس تابع مورد نظر من فقط و فقط با گزینه 3 میتونه مساوی بشه. در سوال 105 گفته بزرگترین بازه‌ای که این تابع در آن اکیداً نزولی است به شکل منفی 3 تا 5 است، دو تایی مرتب آ و به کدام است. بچه ها این نموداری که بهتون داده در واقع نمودار سرسره‌ای، نمودار پله‌ای، نمودار آبشاری، نمودار زد شکل، همه این اسما رو بهش میگن. بچه ها یادتون باشه در حالت کلی
نمودار پله‌ای یا همون نمودار سرسره‌ای دو حالت شکل داره. در صورتی که آ از ب کوچیک بزرگتر باشه، یعنی ریشه قدر مطلق اول از ریشه قدر مطلق دوم، این آ و ب ریشه داخل قدر مطلق هاست، ریشه داخل قدر مطلق اول از ریشه داخل قدر مطلق دوم بزرگتر باشه، نمودار تابع شما به این شکل خواهد شد، نمودار سرسره‌ای شما. و در صورتی که ب از آ بزرگتر باشه، که توی این شکل هم دوستان آ و ب رو براتون مشخص بکنم، اینجا در واقع ب هستش، اینجا هم آ هستش اگر آ از ب بزرگتر بشه. و در صورتی که آ از ب کوچکتر باشه، نمودار تابع پله شما به این شکل خواهد بود، که در این حالت اینجا آ هستش و اینجا ب. پس نمودار پله یا در واقع نمودار سرسره‌ای دو جور شکل داره، بر حسب اینکه ریشه داخل قدر مطلق اول دومی بزرگتر باشه یا کوچکتر باشه، این وضعیت رو پیدا میکنه. تفاوت این دوتا در این هستش که خب این دوتا قسمت که ثابتن، در این حالت وقتی آ از ب بزرگتره، وضعیت نمودار بین آ و ب نزولی میشه یا اکیدن نزولی میشه. وقتی آ از ب کوچکتره، وضعیت نمودار بین آ و ب اکیدن صعودی میشه. با توجه به این که مسئله اومده گفته که بزرگترین بازه‌ای که تابع در آن اکیدن نزولی است، پس بنابراین هدف حالت اول بوده، یعنی حتما آ از ب بزرگتر بوده، که در این حالت گفته این بازه ایجاد شده بازه منهای 3 تا 5. خب پس بنابراین ما میتونیم بیایم بگیم که قاعدتا این 5 همون آ بوده و این منهای 3 همون ب بوده، که تابع من از منهای 3 تا 5 اکیداً نزولی شده. پس عدد بزرگ آ بوده که انتهای بازه است، عدد کوچیکه که ابتدای بازه است ب بوده، تابع من در بازه منهای 3 تا 5 اکیداً نزولی شده. و از اینجا دوتایی مرتب آ و ب رو خواسته. خب دوتایی مرتب آ و ب، آ هستش 5، ب هم هستش منهای 3، پس بنابراین جواب می شود گزینه 2. پس بچه ها نمودار تابع سرسره یا پله‌ای بر حسب اینکه آ و ب چه وضعیتی داشته باشن، میتونه یک بازه اکید صعود یا اکید نزول داشته باشه. حالت اکید نزولش رو اینجا خواسته بود، با توجه به اینکه آ از ب بزرگتر باشه بازه اکید نزول اتفاق میفته، خودش بازه رو بهتون داده بود، منهای 3 تا 5 آ و ب پیدا شد و دوتایی مرتب آ و ب رو خواسته. در سوال 106، بزرگترین بازه ای که تابع در آن اکیدن نزولی است کدام است؟ خب شما باید نمودار این تابع رو رسم کنید و با توجه به نمودار وضعیت صعود نزول تابع رو تعیین کنید. وقتی که کل یک تابع درون قدر مطلقه، میدونیم که ابتدا باید بیایم نمودار درون قدر مطلق رو رسم کنیم، هر چیز زیره به بالا قرینه بکنیم. وقتی هم میخوایم نمودار درون رو رسم بکنیم، از بیس شکل، از جایی که شکل رو بلد هستیم شروع میکنیم به رسم کردن. خب بچه ها من نمودار تابع لوگاریتم رو بلدم، تابع لوگاریتم ایکس وقتی مبنا هم نداره، یعنی مبناش 10. خب تابع لوگاریتم x وقتی مبناش 10، یک تابعی است اکیداً صعودی به این شکل، که در این حالت بچه ها محور y ها یا خط x مساوی 0 براش مجانب قائم محسوب میشه. خب در مرحله اول شکل لوگاریتم رو میکشم، در مرحله دوم لوگاریتم منفی x. بچه ها وقتی x ما ضریب منفی میگیره، یعنی نمودار ما نسبت به محور y ها قرینه میشه. اگر کل تابع ما منفی بگیره، نسبت به محور x ها قرینه میشه، یه جورای برعکسه. پس وقتی x ما ضریب منفی بگیره، یعنی نمودار ما نسبت به محور y ها قرینه خواهد شد،
یعنی نمودار تابعی شما به این شکل در خواهد اومد. این هم که در واقع خط مجانبمه، x مساوی 0. خب در مرحله سوم چه اتفاقی افتاده؟ در مرحله سوم به x هم، به منفی x هم یه دونه اضافه شده. خیلی از بچه ها اشتباهن میان میگن خب آقا یه دونه اضافه شده پس یه دونه ببریم سمت چپ. میگم بچه ها در انتقال یا جابجایی روی محور x ها نگاه کنید، اون عدد باید به x تون اضافه بشه یا کم بشه. اینجا عدد به منهای x هم اضافه شده. میگی خب چی کار باید بکنم؟ میگم هیچی، بیا اینجا از یه دونه منفی فاکتور بگیر، میشود منهای x منهای 1. بعد نگاه کن ببین از xت یکی کم شده. یعنی چی؟ یعنی این رو باید یک واحد ببرم به سمت راست. پس حواستون باشه، مهم این هستش که عددی که اضافه یا کم میشه به x اضافه یا کم بشه. اگر ضریب داشته باشه، ضریب حالا منفی یا هر چیزی رو بذارید پشتش، بگید این بوده منفی x منهای 1. پس نمودار تابعی ما یک واحد باید به راست برود. اینجا می نویسم یک واحد به راست برود. پس نمودار یک واحد می رود به راست. خب بچه وقتی نمودار یه واحد میره به راست، مجانبش هم حرکت میکنه. یعنی خط x مساوی 0 مجانب قائم x مساوی 0 تبدیل میشه به x مساوی 1 و این نقطه برخورد منفی 1 یک واحد میاد به راست. یعنی این نقطه برخورد منفی 1 و اینو پاک بکنم که خیلی تو هم نشه، به این ترتیب در میاد. منفی 1 محل برخورد شما میشه 0، مجانب قائم 0 یک واحد میره جلو و میشه 1. حالا بچه ها در مرحله آخر وقتی کلش داخل قدر مطلق قرار میگیره، وقتی کل تابع داخل قدر مطلق قرار میگیره، شما هر چی که زیر محور به بالا قرینه میکنید، هر چی که زیر محور ایکس ها هست به بالا قرینه میکنید. مجانبتون البته سر جاش میمونه دیگه، هر چی که زیر محور دارید به بالا قرینه میکنید. اینم خط ایکس مساوی 1. خب نمودار تابعتون به دست میاد. مسئله اومده به شما گفته که کجا اکیدن نزولی است. خب روی شکل نگاه کنید، از منفی بی نهایت تا صفر، از منفی بی نهایت تا صفر میشه بازه اکیدن نزولی. البته خب من اینو اومدم مرحله به مرحله کشیدم که حالا نکات قوانین انتقال رو هم براتون یه بار توضیح بدم و مرور بشه، چون اکثر بچه ها توی رسم نمودارهای لوگاریتمی مشکل دارن به خاطر اینکه عموما به شکل آنلاین پارسال تدریس شده. من گفتم این سوال رو به شکل کامل و مرحله به مرحله براتون حل بکنم که متوجه سبک رسمش بشین، وگرنه حالا پرفی اگر باشین میتونید یه هایی بیاید این مرحله آخر رو رسم بکنید، نیازی به این کارها نیست. ولی خب برای اینکه یاد بگیریم و آموزش داده باشیم، چون هدف من از حل این سوالات حل سریع این سوالات نیستش، سعی میکنم همه محاسبات و مراحل رو براتون بنویسم که یه بار دیگه اون مطالب ترم اولتون، یعنی بحث تابع، بحث مثلثات که الان واردش میشیم بعد از اینها، بحث حد و بحث مشتق براتون مرور بشه. خب مسئله شماره 7 fx رو بهتون داده، jx رو هم بهتون داده، f منفی 1 و j 1 رو خواسته. سوال ساده ایست بچه ها، f منفی 1 و j 1 یعنی f منفی 1 j 1. خب f منفی 1 j 1 اگر نگاه بکنید مقدار تابع ژ به ازای 1 چنده؟ مقدار ژ به ازای 1 2. من چی رو میخوام؟ اف منفی 1 2. اف منفی 1 2 بچه ها میدونید تو تابع معکوس جای x و y عوض میشه، یعنی تو تابع معکوس وقتی x من 2 یعنی تو خود تابع y من 2. خب نگاه کنید کدوم زوج هست که y‌ش 2؟ اون زوج ایکس شنده صفره، چون معکوس تابع وقتی ایکسش دوه یعنی خود تابع ایگرگش دوه. پس ایگرگ تابع معکوس میشود ایکس خود تابع و حاصل خیلی راحت
به دست میاد. این سوالاتی که داریم حل میکنیم سوالات قلمچی 27 دی سال 98 هست بچه ها. خب سوال 108، تابع fx یک تابع درجه 2 داده شده، x2 به علاوه 4x. fjx یک تابع درجه 2 داده شده، x2 منهای 2x منهای 3. jx اکیداً سعودیست، میفهمید به چه دردی میخوره، و مساحت محصور بین نمودار تابع jx و محورهای مختصات در ناحیه 4 کدام است؟ بچه ها از همین جایی که fjx رو داده کاری هم به حاصلش ندارم، من میام fjx رو میسازم. ببینید دوستان، مسئله fjx رو به هم داده x2 منهای 2x منهای 3. خب fjx یعنی چی؟ fjx یعنی این که بیام در داخل تابع f به جای x هم jx قرار بدم، در داخل تابع f به جای x هم jx قرار میدم. خب جای x رو اگر قرار بدم، یعنی در واقع دارم سمت چپ رو میسازم، حاصل میشود جای x به توان 2 به علاوه 4 تا جای x برابر است با x2 منهای 2x منهای 3. پس اومدم عبارت سمت چپ یعنی عبارت f جای x رو ساختم، در داخل تابع f به جای x هم جای x گذاشتم، نوشتم مساوی حاصل داده شد. بچه این سبت رو میدونید چجوری حل میکنیم؟ برای اینکه این رابطه چند جمله‌ای رو حل بکنیم و از توش بتونیم جه ایکس رو به دست بیاریم، بهترین راه این هستش که یه جوری دو طرف رو اتحاد بکنیم. جنس اتحاد دو طرف هم همیشه سعی میکنیم یکسان باشه، یکسان هم میشه، یعنی همیشه یا دو طرف جمله مشترک بشن یا یه کاری بکنیم دو طرف مربع بشه. میگه خب بچه ببینید، ما وقتی یه چیزی به توان 2 به علاوه 4 تا یه چیزی داریم، این شبیه به اتحاد مربع دیگه. فکر کن x2 به علاوه 4x داری، اگر جلوش یه 4 داشته باشی خیلی خوبه دیگه، میتونی اتحاد مربعش کنی. به همین منظور میام به طرفین یه 4 اضافه میکنم، به طرفین 4 تا اضافه میکنم. ما میتونیم دیگه از طرفین یک معادله چیزی کم کنیم یا چیزی اضافه کنیم. به این 4 تا اضافه میکنم، به اینم 4 تا اضافه میکنم که 4 با منهای 3 میشه 1. دلیل این کارم چی بود؟ دلیل این کارم این بود که دو طرف اتحاد بسازم. نگاه بکن عبارت سمت چپ رو، jx2 به علاوه 4 تا jx به علاوه 4 اتحاد jx به علاوه 2 به توان 2. اون طرف هم x2 منهای 2x به علاوه 1 اتحاد x منهای 1 به توان 2. خب چجوری اینو حلش بکنیم؟ هیچی، از طرفین جذر میگیریم، jx به علاوه 2 مساوی با مثبت منفی x منهای 1. از طرفین جذر میگیریم، توان 2 هاش بره، مثبت منفی میذاریم. حالا بچه ها اگر با حالت منفی این رو در نظر بگیرید میشه منفی x به علاوه 1، حالا دو هم ببریم اون طرف. منفی x یه خطیه که شیبش منفیه، یعنی در این حالت jx نزولی میشه، در حالی که مسئله اومده گفته jx اکیداً سعودیه. اما اگر این رو با حالت مثبت بگیرید x منهای 1، حالا دو هم میبریم اون ور، میشه x منهای 3. در این حالت یه خطی میشه که شیبش مثبته، یعنی سعودیه. پس بنابراین من فقط حالت مثبتش رو در نظر میگیرم و حالت منفیش کاری ندارم. حالت مثبتش رو در نظر میگیرم، x منهای 1 2 رو هم میبرم اون طرف، میشود x منهای 3 که الان چون یه خطی با شیب مثبتم هست، پس یک تابع اکیداً سعودیست. حالا بچه ها اگر بیام شکل این خط رو رسم کنم تو صفحه محورهای مختصات، بیام نمودارش رو بکشم، قسمت رو هم پاک کنم که خیلی شلوغ نشه، چجوری بیام شکل اینو بکشم؟ خب بچه ها x منهای 3 همون خط y مساوی x 3 تا اومده پایین دیگه، همون خط y مساوی x که 3 واحد اومده پایین، y مساوی x منهای 3، یعنی اینجا 3 اینجا منفی 3. پس برای اینکه این خط رو بکشم میگم همون خط y مساوی x نیم ساز اول و سوم، 3 تا اومده پایین، محل های برخوردش میشه 3 و منفی 3.
چرا کشیدمش؟ چون مسئله مساحت محصور بین نمودار تابع جی ایکس و محورها در ناحیه چهارم رو خواسته. مسئله از شما مساحت محصور یعنی مساحت این مثلث رو خواسته که مساحت این مثلث هم میشود 1/2، ارتفاعش 3 واحد و قاعدش هم 3 واحد که حاصل میشه 9/2 یا 4.5. به این ترتیب مساحت محصور رو پیدا میکنیم. پس چیزی که اینجا یاد گرفتیم در مسئله هایی که اف او جه رو میدن، اف هم میدن، جه رو میخوان، اگر رابطه چند جمله‌ای در طرف این داشتید درجه 2، سعی کنید دو طرف رو یه جوری اتحادش بکنید، حالا یا جمله مشترک یا مربع، که وقتی من میبینم ایکس رو به علاوه 4x دارم، اگه یه 4 داشته باشم اتحاد مربع میشه. به خاطر همین به طرف این 4 واحد اضافه کردم که طرفین رو اتحاد مربع بکنم، جذر بگیرم حالت مثبت و منفی. فقط حالت مثبتش رو گرفتم، چون حالت منفیش یک خطی با شیب منفی میداد، یعنی اکیدن نزولی، و اینجا چون گفته اکیدن صعودیست، حالتی با شیب مثبت رو در نظر گرفت. بسیار خوب، سوال 109 گفته ضابطه وارون این تابع کدام است؟ بچه برای این که در واقع ضابطه وارون رو به دست بیاریم، یک راه حلش حالا که براتون انجام میدم، پیدا کردن وارون به شکل معمول هست، یعنی ایکس رو بر حسب ایگرگ به دست بیاریم و جای ایکس و ایگرگ رو عوض بکنیم، که اگه سخت نباشه خب این راه سریع جواب میده. یا در مورد تابعهایی که خیلی بزرگن، چند ضابطه ای ها، قدر مطلقی ها، تو اونها میتونی عدد گذاری کنی، یه نقطه دلخواه روی تابه در نظر بگیری، جای x و y‌اش رو عوض بکنی، تو گزینه ها قرار بدی، ببینی کدوم گزینه برقرار میشه، کدوم صدق میکنه، کدوم نمیکنه. ولی خب اینو من معمولی براتون حلش میکنم. برای به دست آوردن ضابطه وارون، تابم y مساوی 1 منهای رادیکال 2x هست، اولین کاری که انجام میدم، میام رادیکال 2x رو میبرم سمت چپ، y رو میبرم سمت راست، یعنی x رو بر حسب y تنها میکنم، طرف این رو به توان 2 میرسونم، از اینجا 2x، اون طرف میشه y2 منهای 2y به علاوه 1، بر یه دونه 2 تقسیم میکنم، میشود 1/2 y2 منهای y به علاوه 1/2. البته به دلیل اینکه گزینه ها باز نکرده، ما این رو باز نکنیم بهتر هست، یعنی این رو که به توان 2 برسونیم، یعنی بشه 1 منهای y به توان 2 و بعد بر 2 تقسیمش بکنیم، که بچه 1 منهای y با y منهای 1 فرقی نمیکنه، ما چیزی که توان 2 داره میتونیم داخل پرانتز جا به جا بکنیم، چون گزینه ها باز نکرده ما باز نمیکنیم. x که بر حسب y به دست اومد، بعدا جای x و y رو عوض کنیم، پس در این حالت تابع معکوس من میشود 1/2 x منهای 1 به توان 2. به این ترتیب ضابطه تابع وارون به دست میاد. اما اگر نگاه بکنید، دو تا گزینه با این ضابطه وجود داره که جلوش دامنش تعیین شده، یعنی من میبایستی دامنه تابع وارون یا در واقع همون برد تابع رو پیدا بکنم. چطور برد تابع رو پیدا بکنم؟ بچه‌ها در تابعهای رادیکالی برای تعیین برد میتونید از همین قسمتی که اینجا رادیکال رو تنها کردید استفاده بکنید، بگید که رادیکال میتونه مساوی چی بشه؟ رادیکال میتونه مساوی یک مقدار مثبت یا صفر باشد. پس بنابراین از همینجا میتونید بگید که باید 1 منهای y مثبت باشه، یعنی باید y کوچکتر و مساوی 1 باشه. این چیزی که اینجا ما به دست آوردیم برد تاب است. پس برای تعیین بردهای رادیکالی، همینجا که جدا میکنید رادیکال رو، چون این ور همواره مثبته اون ور همواره باید مثبت باشه، و از اینجا میتونید حدود y رو به دست بیارید. حالا دامنه تاب معکوس پس میشه x کوچیکتر از 1، چون دامنه حدود x هست، من میام به جای y‌ام x رو قرار میدم. خیلی از بچه‌ها ممکنه بگن آقا این فرمول تستی هم داره، از اون فرمول هم میتونیم بریم. بله بچه‌ها، ما برای معکوس تابه‌های رادیکالی به این شکل یه فرمول تستی هم داریم.
ولی من یه چیزی بهتون بگم. ببینید کنکور سراسری 99 نشون داد که فرمول تستی، روش عددگذاری، نمیدونم این روش های عجی مجی، یه دفعه مثلا جواب تو گزینه ها به دست بیاد دیگه جواب نمیده در کنکور. سوالات مفهومی شده، یعنی دانش آموز باید مطلب رو فهمیده باشه بتونه سوال رو حل بکنه. علت این که میگفتن کنکور 99 خیلی سخت بوده به خاطر اینکه خیلی توقع داشتن که سوالا خیلی راحت بتونن با سری نکات حفظی حلش بکنن. همچین چیزی دیگه وجود نداره بچه‌ها. در کنکور 99 شاید یک سوال یا دو سوال با عدد گذاری یا روش های معمولی حل می شد. پس خواهشی که ازتون دارم، خودتون رو درگیر نکات حفظی و فرمول هایی که به دردتون نمی خوره نکنید. نمیگم بلد نباشید، بلد باشید در آزمون ها یا حالا در تست هایی که حل می کنید، خب جواب میده و حال ضرری نداره. ولی اینکه خیلی بخوای خودتو درگیر اونها کنی یا روش های عدد گذاری، بعدن در کنکور دچار مشکل میشی. علت اینکه من این رو با عدد گذاری هم حتی حل نکردم. حالا تو مثلثات آره عدد گذاری خیلی جاها جواب میده، ولی علت این که اینو با عدد گذاری حل نکردم به خاطر اینکه روش حل معمولی رو یاد بگیرید. حالا اگر یه زمانی عدد گذاری هم جواب بده میتونید ازش استفاده کنید. امسال در کنکور 99 از مبحث تابع 5 تا سوال مطرح شد. 3 تا سوال مربوط به تابع وارون بود. یکی از سوالات تابع وارون ترکیب شده با بحث تابع نمایی. یعنی اخیراً دارن وارد این بحث ها میشن که سوالات رو به شکل ترکیبی با بحث های دیگه حتی بهتون میدن. یه دونه از انتقال اومد، یه دونه برد تابع مرکب بود. یعنی دانش آموز با قشنگ مفهوم برد رو میدونست که میتونست اون سوال رو حل بکنه. و 3 تا هم در مورد تابع وارون. کارت سوالات سختی نبودن، ولی خب اگر دانش آموز مطلب رو فهمیده بود میتونست حل بکنه. فرمول تستی براش وجود نداشت. بسیار خب، وارد بحث مثلثات میخوایم بشیم. سوال 110 گفته در دایره مثلثاتی کدام گزینه محدوده کمانهایی که در آنها قدر مطلق سینوس کوچکتر از کوسینوس را است به درستی نشون میده. در مورد مثلثات هم بگم، در کنکور 99 4 تا سوال مطرح شد. 2 تا از بحث نمودارهای مثلثاتی و دوره تناوب بود، یکی از بحث نسبتهای مثلثاتی و یکی از معادله مثلثاتی. پس مثلثات هم بحث خیلی مهمی هست. امیدوارم که وقت بذارید و این بحث رو هم خوب یاد بگیرید به خاطر اینکه سوالات سختی نداره واقعیت در کنکور، ولی خب احتیاج به تمرین زیاد داره. بچه گفته قدر مطلق سینوس کوچکتر از کوسینوسه. قدر مطلق سینوس کوچکتر از کوسینوسه. بچه ما میدونیم قدر مطلق سینوس همواره بزرگتر مساوی صفره دیگه، نه؟ قدر مطلق بزرگتر مساوی صفره. پس میتونیم از این نتیجه بگیریم که باید کوسینوس من هم بزرگتر از صفر باشه، به خاطر اینکه قدر مطلق سینوس از کوسینوس کوچیکتره. چون سینوس قدر مطلقش مثبته، پس حتما کوسینوس هم مثبت. میگه آقا چرا مساوی صفر نذاشتی؟ میگم آخه مساوی صفر بذارم جفت اینا با هم مساوی میشن. مساوی نمیتونه باشه. کوسینوس از سینوس، قدر مطلق سینوس بزرگتره. چون قدر مطلق سینوس مثبته، پس حتما کوسینوس هم مثبته. و کوسینوس کجا مثبته؟ در ربع اول یا چهارم. پس ایکس شما که یه همچین رابطه ای رو برقرار کرده قطعا در ربع اول یا چهارم بوده. خب بچه گزینه ها رو نگاه کنیم. گزینه 2 میشه ربع اول و دوم، این رده. گزینه 3 میشه ربع سوم و دوم، این هم رده. یا گزینه 1 یا گزینه 4. خب بریم اول گزینه 4 رو یه چک بکنیم، اگه نشد که خب 1 دیگه. این دایره مثلثاتی بچه در دایره مثلثاتی اینجا زاویه پی چهارم، اینجا زاویه منفی پی چهارم، اینجا هم که صفره. بچه در بازه صفر تا پی چهارم سینوس و کوسینوس چه وضعیتی دارن؟ در بازه صفر تا پی چهارم کوسینوس از سینوس بزرگتره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا کوسینوس 1ه
حالا براتون بنویسم، اینجا کوسینوس برابر یکه، اینجا کوسینوس برابر با رادیکال دو دومه، ولی اینجا سینوس برابر با صفره، اینجا سینوس برابر با رادیکال دو دومه. خب میبینید دیگه در بازه صفر تا پی چهارم تغییرات کوسینوس، تغییرات سینوس، تغییرات سینوس از صفر به رادیکال دو دومه، از صفر به رادیکال دو دومه، تغییرات کوسینوس بین رادیکال دو دوم و یکه. خب بین رادیکال دو دوم و یک از بین صفر تا رادیکال دو دوم خب بیشتره دیگه. از صفر تا پی چهارم بچه ها سینوس صعودیه، از صفر صعود میکنه تا رادیکال دو دوم، ولی کوسینوس نزولیه، تو بازه صفر تا پی چهارم از رادیکال دو دوم نزول میکنه به یک و مقادیر کوسینوس از مقادیر سینوس بزرگتره. پس بین صفر تا پی چهارم همیشه تابع کوسینوس از سینوس بزرگتره. این یک ناحیه. خب این طرف هم همینطور بچه ها. باز دوباره در بازه صفر تا منفی پی چهارم اصلا سینوس منفیه، کوسینوس مثبته، کوسینوس از سینوس بزرگتره، پس از قدر مطلق سینوس هم بزرگتره. این طرف هم باز به همین ترتیب تابع کوسینوس در ربع چهارم مثبته، مقادیرش از مقادیر سینوس بزرگتره، از اندازش بزرگتره. حالا در واقع به خاطر قدر مطلق اندازه مقادیرش رو در نظر میگیریم. پس بنابراین در کدوم نواحی هستش که قدر مطلق سینوس از کوسینوس کوچیکتر هست؟ که در واقع جواب میشه گزینه 4. خیلی ممکنه بگن گزینه 1 چرا نمیشه؟ گزینه 1 یه تیکش میشه، این ورش نمیشه بچه‌ها. به خاطر اینکه مثلا اینجا سپی دوم دیگه، تو سپی دوم مقدار کوسینوس برابر با صفر، مقدار سینوس برابر منهای 1، قدر مطلقش میشه 1، 1 کوچیک‌تر از صفر نمیشه. یعنی در واقع این سپی دوم کارو خراب میکنه. گزینه 1 رو با همین دلیل شما میتونید در واقع ردش بکنید. در سوال 111 گفته تتا بین صفر تا پی دومه. خب تتا بین صفر تا پی دومه یعنی چی؟ یعنی زاویه‌ای در ربع اول قرار داره. بعد گفته حاصل این عبارت کدام است؟ خب بچه‌ها قسمت اول، یک منهای کوسینوس 2 یعنی چی؟ یک منهای کوسینوس 2 رو می‌نویسم سینوس 2 در رادیکال بچه تانژانت پی چهارم 1 به علاوه کوتانژانت 2 دو تتا. خب این که هستش سینوس 2 دو تتا. میدونیم 1 به علاوه کوتانژانت 2 میشود 1 به روی سینوس 2. 1 به روی سینوس 2 همون 1 به علاوه کوتانژانت 2. خب توان 2 بچه ها از زیر رادیکال با علامت قدر مطلق میاد بیرون. میخوام ببینیم که دو تتا در کدوم ناحیه قرار میگیره. خب بچه ها مسئله به ما گفته که تتا بین صفر و پی دومه. پس در نتیجه اگر اینو ضرب در 2 بکنم دو تتا میشود بین صفر تا پی. چون من سینوس دو تتا رو میخوام باید بفهمم دو تتا تو کدوم ناحیه است. دو تتا بین صفر تا پیه، یعنی در ناحیه اول و دومه. خب در ناحیه اول و دوم هم میدونیم سینوس مثبته، پس این با علامت مثبت از داخل قدر مطلق میاد بیرون، این با صورت ساده میشه و حاصل میشود سینوس دو تتا و از اینجا جواب به دست میاد. پس یه ساده کردن با استفاده از اتحادهای مثلثاتی بود. این اتحادهایی بودش که شما در سال دهم خوندید، اتحاد خیلی خاصی هم نبود، سادهش کردیم. فکر نکنید همچین چیزایی تو کنکور نیست. کنکور 98 اولین سوالش هم یه سوال ساده کردن مثلثات بود که شبیه به همین بود، یعنی با استفاده از اتحادهای سال دهم در واقع اون مسئله حل میشد. در مسئله شماره 112
تانژانت 20 درجه رو به هم داده x و بعد حاصل این رو ازمون خواسته. ببینید هر وقت بخواید عبارت‌های مثلثاتی با کمانهای بر حسب درجه رو محاسبه بکنید، باید سعی بکنید کمانهاتون رو بر حسب نزدیکترین مرز دایره بشکنید. یعنی 160 بگید کدوم مرز دایره بهش نزدیکتر 180. به همین ترتیب بیایم بشکنیم 160 رو بنویسم 180 منهای 20. 250 درجه به کدوم مرز نزدیکتره به 270؟ بگم 270 منهای 20. به همین ترتیب 340 درجه، 340 بگم 360 منهای 20. و 290 بگم 270 به علاوه 20. در این حالت همشون هم بر حسب یک کمان که همون کمانیه که خودش بهمون داده در میان. خب بچه ها، پی منهای آلفا در ربع دوم قرار داره، سه پی دوم منهای آلفا در ربع سومه، دو پی منهای آلفا در ربع چهارمه، سه پی دوم به علاوه آلفا هم در ربع چهارمه. خب همه ما میدونیم نسبت‌های مثلثاتی که بر حسب پی نوشته میشن اصطلاحا میگن رابطه رو عوض نمی‌کنن، علامت ربعشون رو میگیرن. بچه‌ها کوسینوس در ربع دوم علامتش بله منفیه، میشه منفی کوسینوس 20. اما سپی دوم رابطه رو عوض میکنه و علامت ربعش رو میگیره. سینوس در ربع سه علامتش منفیه، سپی دوم عوضش میکنه میشه کوسینوس. دوباره کوتانژانت در ربع چهارم دو پی عوض نمیکنه، علامت ربعش رو میگیره. کوتانژانت در ربع چهارم علامتش منفیست، بس میشه منفی کوتانژانت 20. و به همین ترتیب سپی دوم عوض میکنه، تانژانت در ربع چهارم منفیست، عوض میشه و میشه کوتانژانت. خب بچه ها میشه منفی دو کوسینوس 20 منفی دو کوتانژانت 20. خب این منفی دوهاش با هم دیگه میرن. بچه ها کوتانژانت کوسینوس به سینوسه، کوسینوساش هم با هم دیگه میرن، حاصل میشه سینوس 20. امیدوارم متوجه شده باشید. یه هایی نوشتم کوتانژانت رو، گفتم کوسینوس به روی سینوس، کوسینوساش با هم میرن، دور در دور نزدیک در نزدیک میاد بالا و حاصل میشه سینوس 20. خب بچه ها ما مقدار سینوس 20 رو میخوایم، در حالی که مسئله بهمون مقدار تانژانت 20 رو داده. چجوری سینوس 20 رو پیدا بکنیم؟ میگیم خب با روابط مثلثاتی. بچه ها ما میدونیم یک به علاوه یک کوتانژانت دوی آلفا هستش یک به روی سینوس دوی آلفا. میتونیم جای این دوتا رو عوض کنیم و جذر بگیریم، پس سینوس آلفا میشود یک به روی رادیکال یک به علاوه کوتانژانت دوی آلفا. یک به علاوه کوتانژانت دو یک به سینوس دو، پس سینوس دو میشه یک به روی یک به علاوه کوتانژانت دو و جذر گرفتم. خیلی ها میگن آقا چرا جذر گرفتی مثبت منفی نذاشتی؟ باطن که آلفای ما 20ه، 20 هم ربع اوله، ربع اول هم سینوس مثبته دیگه. پس در نتیجه سینوس 20 درجه میشود یک به روی رادیکال یک به علاوه کوتانژانت 20. خب بچه تانژانت 20 وقتی ایکسه، کوتانژانت 20 یک ایکسومه به توان دو، پس کوتانژانت 2 میشود یک به روی ایکس 2. خب یه مخرج مشترک اگر بگیرم زیر رادیکال میشه x2 به علاوه 1 x که میاد بیرون میشود رادیکال x2 به علاوه 1 x. یه ذره تو هم شد ببخشید، میشود رادیکال x2 به علاوه 1 x. و اگر دور در دور نزدیک در نزدیکش بکنم
از اینجا مقدار سینوس 20 می شود x به روی رادیکال x2 به علاوه 1. که ما هم همین رو میخوایم دیگه، مقدار سینوس 20 رو میخواستیم حاصل این رابطمون که تونستیم به دست بیاریم x به روی رادیکال x2 به علاوه 1، در این حالت جواب گزینه 2 خواهد شد. در سوال 113 گفته شکل زیر قسمتی از نمودار این تاور رو نشان میدهد، شیب پاره خط آبه. خب بچه ها شما میدونید با داشتن دو نقطه از نمودار، با داشتن دو نقطه از خط میتونید شیب رو پیدا کنید، تفاضل عرضها به تفاضل طولها. چطور این دو نقطه رو به دست بیارم؟ اولا نقطه B بچه ها محل برخورد نمودار با محور ایکس ها، یعنی ریشه تاب است. یعنی اگر شما بیاید تاور مساوی صفر قرار بدید، یک منهای دوتا سینوس مساوی صفر، از اینجا سینوس می شود یک دوم. که بچه ها سینوس کجا یک دومه؟ خب سینوس یه دونه تو ربع اول، یعنی پی شیشم یک دومه، و یه دونم تو ربع دوم، یعنی پنج پی شیشم یک دومه. یعنی در واقع نقاط برخورد با محور ایکس ها پی شیشم و پنج پی شیشم بوده، که خب قاعدتا پی شیشم نقطه برخورد اول بوده، پس نقطه برخورد دوم پنج پی شیشمه، یعنی اینجا پنج پی شیشمه، عرضش هم که صفر دیگه روی محور ایکس هست. بچه نقطه آ کجاست؟ نقطه آ در واقع نقطه ماکسیموم تابه است. بچه خب این مگه نمودار تابع سینوس نیست؟ میگیم خب چرا؟ خب تابع سینوس کجاها ماکسیموم داره؟ توی پی دوم، سه پی دوم، این طرف منفی پی دوم، منفی سه پی دوم. پس بنابراین روی شکل مشخصه دیگه، این در واقع اینجا منفی پی دومه که تابع سینوس توش ماکس پیدا کرده، اینجا منفی پی دوم بوده. خب عرضش چنده؟ منفی پی دوم بذار تو تابع ارزش به دست بیاد، منفی پی دوم بذارم تو تابع سینوسش هستش منفی یک، میشه مثبت دو به علاوه یک میشه سه، ارزش هم به دست میاد سه. پس این نقطه هم مختصاتش منفی پی دوم و سه هستش. پس نقطه ب محل برخورد تابع رو مساوی صفر قرار دادم، سینوس مساوی یه دوم که میشه پی شیشم پنج پی شیشم، و از طرفی هم نقطه آ نقطه ماکس تابه است که خب تو نمودار سینوس اینجا منفی پی دومه و گذاشتم داخل تابه، ارزش هم به دست اومد سه. خب با داشتن دو نقطه من میتونم شیب رو پیدا بکنم، شیب میشود تفاضل عرضها به تفاضل طولها، سه منهای صفر تفاضل عرضها تفاضل طولها منفی پی دوم منهای پنج پی شیشم، صورت که میشه سه. اینا مخرج مشترک بگیرم، شیش، شیش به دو میشه سه، میشه منفی سه پی منفی پنج پی منفی هشت پی شیشم. میتونم این رو به یه دونه دو ساده بکنم، میشه منفی چهار پی سوم، و دور در دور نزدیک در نزدیکش بکنم میشود منفی نه به روی چهار پی، و جواب گزینه 3 خواهد شد. یه خطی هستش با شیب منفی و به این ترتیب حاصل برای شیب خط به دست. سوال 114 قسمتی از نمودار این تابه رو بهمون داده، تابمون هم ضابطش به صورت ایگرگ مساوی است با منفی آ در سینوس به ایکس به علاوه یک، و مقادیر آ و ب رو خواستیم. بچه ها برای تشخیص مجهولات موجود در ضابطه از روی شکل، چیزهایی که ازش میشه استفاده کرد، ماکسیموم، مینیموم، دوره تناوب، نقاطی روی تابع، از این چیزها میشه استفاده کرد. بچه آیا دوره تناوب ما معلومه؟ میگم بله. ببینید از اینجا تا اینجا که عدداش معلومه، یعنی از پی تا سپی دوم، میتونم بگم که خب بچه نمودار سینوس، البته این نمودار منفی سینوس هستش دیگه،
البته نه دیگه، بالا شروع شده نمودار سینوس. اگر نمودار سینوس رو شما به این شکل در نظر بگیرید، نمودار سینوس از اینجا تا اینجا یه قسمت، این دوتا هم یه قسمت. شما اگر این دوتا قرمزا و این دوتا در واقع قسمتی که سبز کردم رو به هم دیگه وصل بکنید، یه شکل کامل سینوس یا یه دوره تناوبه. پس یه دوره تناوب تابع سینوس، این دوتا قرمزا هستن و این دوتا قسمت سبز رنگ که یه قسمت حالا شده. پس بنابراین من میتونم بگم از پی تا سه پی نصف دوره تناوبه، که در واقع ما بقیش این قسمت و این قسمت هم اگر وصل بشن یک دوره تناوب یا یه شکل کامل رو میسازه. پس ما میتونیم بیایم بگیم که از پی تا سه پی این فاصله نصف دوره تناوبه، تی دومه. پس اولین چیزی که براش در واقع قابل استفاده است و مجهول رو میده این فاصله است، نصف دوره تناوب از پی تا سه پی که فاصلهش دو پیه، که از اینجا دوره تناوب هستش چهار پی. خب بچه، دوره تناوب در تابع سینوس یا کوسینوس هستش دو پی. وقتی ایکس من ضریب میگیره تقسیم بر قدر مطلق ضریب میشه، برابر است با چهار پی، که از اینجا مقادیر دو پی و چهار پی با هم دیگه ساده میشن و قدر مطلق ب میشود یک دوم، و از اینجا ب میشود مثبت یه دوم یا منفی یه دوم. حالا اینکه کدوم ب رو انتخاب میکنم، بریم آ رو هم به دست بیاریم که بعد بهتون بگم. ب به این ترتیب به دست اومد. حالا برای به دست آوردن آ از چی میشه استفاده کرد؟ اگر نگاه کنید ماکسیموم شما هستش 3، ایگرگ ماکس هستش 3. بچه ایگرگ ماکس فرمولش بود قدر مطلق آ به علاوه سی. آ منظور همون ضریبمونه، سی هم که عدد ثابتمونه. قدر مطلق آ به علاوه سی، عدد ثابت که یکه، برابر با سه. از اینجا قدر مطلق آ میشود دو و آ به دست میاد مثبت و منفی دو. حالا بچه ها ما کدوم مقادیر آ و ب رو انتخاب کنیم که آ ضرب در ب رو حساب بکنیم؟ میگم بچه ها این نمودار خود سینوسه. وقتی نمودار خود سینوسه، یعنی حتما باید ضریب پشتش مثبت باشه. چه اتفاقی بیفته که ضریب پشتش مثبت باشه؟ میگم بچه ها اگه مثلا آ منفی باشه، با منفی پشتش میشه مثبت. ب هم مثبت باشه، علامت پشتش مثبته و نمودار خود سینوسه. یا اینکه نه، ممکنه آی شما مثبت باشه ولی بی شما منفی باشه. میدونید سینوس منفی رو میندازه پشتش، منفی با منفی میشه مثبت و نمودار خود سینوس میشه. پس نتیجه ای که میتونم بگیرم این هستش که علامت آ و ب باید مخالف هم دیگه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه یکی مثبت باشه یکی منفی باشه، که ضرب اینها علامتاشون منفی بشه با منفی پشتش بشه مثبت و نمودار خود سینوس ترسیم بشه. پس اینجا میایم میگیم که نمودار خود سینوسه. وقتی نمودار خود سینوسه، آ و ب ناهم علامتند. چرا ناهم علامت؟ که با منفی پشتش مثبت بسازه. پس آ و ب ناهم علامتند، یعنی آی مثبت ب منفی یا بالعکس فرقی نمیکنه. مثلا آی مثبت با ب منفی یا آی منفی با ب مثبت، ضربشو میخواد که دو ضرب داره در واقع منفی یک دوم، و از اینجا حاصل به دست میاد منفی یک و جواب گزینه دو خواهد شد. خب در سال 115 گفته دوره تناوب اصلی این تابع کدوم است؟ بچه ها وقتی شما میخواید دوره تناوب به دست بیارید، میتونید بیاید ضابطه تابعتون رو ساده بکنید، فقط حواستون به دامنه تابع باشه. میگه یعنی چی حواسم باشه؟ بگم صورت هستش کوسینوس 2x. مخرج بچه ها کوسینوس دومن های سینوس 2 همون کوسینوس 2x. خب بچه ها کوسینوس به روی کوسینوس میشود یک. فقط شرط میذارید مخرج مخالف صفر باشه، چون بچه ها ما زمانی میتونیم صورت و مخرج یک کسری رو ساده بکنیم و در واقع ضابطه تابمون رو به دست بیاریم که مخرج صفر نشه.
کوسینوس مخالف صفر یعنی چی؟ یعنی کمان مخالف دو کاپی مثبت منفی پی دوم بشه. چون میدونید کوسینوس کجا صفر میشه؟ بالای دایره، یعنی پی دوم و دورهاش، پایین دایره یعنی منفی پی دوم و دورهاش. این دو کاپی یعنی دورهاش. و بعد تقسیم بر یه دو بکنم، ایکس مخالف کاپی مثبت منفی پی چهارم. پس بنابراین نمودار من خط یکه که این نقاط توش وجود نداره. یعنی الان من بخوام بیام نمودار تابم رو بکشم، خط ایگرگ مساوی یک رو باید بکشم که چیا رو نداره؟ بچه به کاس صفر بدید، مثبت منفی پی چهارم رو نداره. مثلا به کا یک بدید، پی به علاوه پی چهارم و پی منهای پی چهارم رو نداره. پی منهای پی چهارم یعنی سه پی چهارم رو نداره، پی به علاوه پی چهارم یعنی پنج پی چهارم رو نداره. این طرف باز به همین ترتیب منفی سه پی چهارم رو نداره و الی آخر. یعنی نمودار من خط ایگرگ مساوی یک است که این نقاط جزء دامنش قرار ندارد. خط ایگرگ مساوی یک است که این نقاط جزء دامنش قرار ندارد. بچه ها این نمودار تابمونه. حالا با توجه به این دوره تناوب چنده؟ دوره تناوب یعنی تکرار شکل. خب بچه نگاه کنید، از اینجا تا اینجا هی دوباره شکل داره تکرار میشه دیگه. از اینجا تا اینجا میتونم بگم یک دوره تناوب دیگه؟ میگی بله. خب از اینجا تا اینجا چقدره از پی چهارم تا سه پی چهارم؟ دو پی چهارم، آفرین، یا در واقع همون پی دوم. پس دوره تناوب تابع پی دوم. پس اگر ضابطه تابعی ساده شد نمودارش رو بکش، ولی تو جاهایی که ریشه مخرجه، چون به شرطی میتونی صورت و مخرج رو بزنی که مخرج صفر نشه، تو جاهایی که ریشه مخرج هسته شما بیاید نقطه توخالی قرار بدید، که نقطه توخالی قرار دادم و نمودار تابم به این شکل رسم شد و دیدم که شکل من هی داره تکرار میشه. یعنی پی دوم پی دوم تا بین این نقطه های توخالی داره هی تکرار میشه. دوره تناوب فاصله بین دوتا نقطه توخالی است. خب مسئله 116 رو بچه ها میخوام با عدد گذاری حل بکنم. ساده کردن های مثلثاتی رو بچه ها شما میتونید با فرمول ها برید. مثلا این رابطه مثلثاتی رو داده بهتون، سینوس علاوه کوسینوس منهای یک مساوی یک دوم سینوس دو آلفا، گفته حلش بکنید و ازش مقادیر سینوس کوسینوس رو به دست بیارید، سینوس به علاوه کوسینوس رو حساب بکنید. ساده کردنش یه مقدار زمان بره. میخوام اینا با عدد گذاری حل بکنم. سینوس به علاوه کوسینوس منهای یک برابر است با یک دوم سینوس دو آلفا. خب حالا چطور با عدد گذاری حل بکنم؟ ببینم آلفا رو چند بذارم این رابطه برقرار میشه. حدس میزنم با توجهی که سینوس کوسینوسی، مثلا آلفا رو صفر بذارم، اگه آلفا رو بذارم صفر، سینوس صفر صفر، کوسینوس صفر یکه، یک منهای یک این ور صفر میشه، این ورم صفر بذارم سینوس صفر صفر میشه. پس از اینجا نتیجه میگیریم به ازای آلفا مساوی صفر این رابطه برقرار میشود. یعنی اگر من آلفا رو صفر بذارم این رابطه برقرار میشه. اوکی، فهمیدم که آلفا باید صفر باشه. حالا مثلا از من چی خواسته؟ مقدار سینوس آلفا به علاوه کوسینوس آلفا. خب بچه آلفا صفر دیگه، یعنی میشه سینوس صفر به علاوه کوسینوس صفر. سینوس صفر صفر، کوسینوس صفر یک، حاصل میشود یک. اما پس این عدد گذاری خیلی خوبه، فقط هر عددی نمیتونی بدی، یا باید یه عددی بدی که این رابطه رو برقرار بکنه، که فهمیدم صفر برقرار میکنه و به این ترتیب حاصل رو به دست میاره. در مسئله شماره 117 که سوال ساده ای هم هست، مسئله گفته سینوس پی دوم به علاوه آلفا برابر هستش با منفی یک سوم. خب بچه ها پی دوم به علاوه آلفا در ربع دومه، سینوس در ربع دوم علامتش
مثبت عوض میشه میشه کوسینوس آلفا برابر با منفی یک سوم. من مقدار کوسینوس آلفا رو دارم. خب حالا مسئله از من چی خواسته؟ کوسینوس دو آلفا. خب کوسینوس دو آلفا یه فرمول بر حسب کوسینوس داره، دوتا کوسینوس دو منهای یک، از این میتونم استفاده کنم. دوتا کوسینوس به توان دو منهای یک پس میشود دو نهم منهای یک، و از اینجا حاصل به دست میاد منفی هفت نهم و تمام. خیلی راحت. در سوال 118 مجموع جوابهای این معادله. بچه ما وقتی میخوایم معادله مثلثاتی حل کنیم باید مجهول معادلمون یک تابع مثلثاتی باشه. من میام کوسینوس 2x رو فرمولی براش مینویسم که کل مجهولم رو کوسینوس بکنه. خب به جای کوسینوس 2x میتونم بنویسم دو تا کوسینوس 2 منهای 1 برابر است با 3 کوسینوس x منهای 2. همه رو بیارم یک طرف میشه دو تا کوسینوس 2 منهای 3 تا کوسینوس. این منهای دو هم بیارم اون طرف به علاوه یک مساوی صفر. پس به جای کوسینوس دو ایکس نوشتم دو تا کوسینوس دو منهای یک و همه رو آوردم یک طرف. یک معادله درجه دو. بچه ها اگر در این معادله درجه دو نگاه بکنید جمع ضرایب ABC صفر میشه. ما میدونیم در یک معادله درجه دو وقتی جمع ضرایب ABC برابر با صفر بشود در این حالت یکی از ریشه ها یکه و یکی از ریشه ها سی آومه، یعنی یک دوم. بچه نیازی نیستش برای اینها جواب کلی بنویسیم، مسئله جواب ها در بازه صفر و دو پی رو میخواد. خب بچه در بازه صفر و دو پی یعنی یک دور دایره کوسینوس کجاها یکه؟ من دایره رو هم براتون بکشم روش مشخص بکنم. در نقاط صفر و دو پی مقدار کوسینوس برابر با یکه. پس نقاط صفر و دو پی کوسینوس یکه. بچه کوسینوس کجاها یه دومه؟ در ربع اول و چهارم. در ربع اول میشود پی سوم، در ربع چهارم دو پی منهای پی سوم. بچه ها میگن آقا منفی پی سوم بگیم غلطه. بله بازه صفر تا دو پیه، منفی پی سوم یک کمان منفیه، به جاش دو پی منهای پی سوم باید بگید به خاطر نوع بازتون. پس کوسینوس کجاهای دومه؟ یکی پی سوم ربع اول و یکی دو پی منهای پی سوم در ربع چهارم. و بعدم مسئله چی خواسته؟ مجموع جواب ها. بچه اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم، پی سوم ها که میرن دو پی و دو پی و صفر هم با هم دیگه جمع بشن، از اینجا مجموع جواب ها به دست میاد چهار پی و تمام. پس وقتی بازه صفر و دو پی میده نیاز نیست جواب کلی بنویسیم. جایی که کوسینوس یک میشه صفر و دو پی، جایی که یه دوم میشه رو به اول و چهارم، و بعدم مجموع زوایا. خب وارد بحث حد میشیم. امسال در کنکور تجربی از مبحث حد و پیوستگی دو تا سوال بیشتر مطرح نشد که جفتش هم مربوط بحث حد بود، ولی خب معمولش بین 3 تا 4 تا سوال هست. در کنکور 99 به خاطر اتفاقاتی که پارسال افتاد و حجم یه سری از مطالب در ترم دوم در کنکور سراسری کم شد، یه مقدار بودجه بندی سوالات تغییر کرد. انشاءالله که در واقع امسال برگرده به روال سابقش. ولی کلن بحث حد و پیوستگی، حالا اگر دوتا سوال مستقیما بیاد جاهای دیگه کاربرد داره. در فصل مشتق شما بحث حد و پیوستگی رو باز بهش نیاز دارید. در مورد مسئله 119 من یک چیزی بهتون بگم. هرگاه عبارتی دارای توان زوج یا قدر مطلق باشد
و حد آن صفر شود، همواره صفر راست است یا صفر مثبت است. در مواردی که شما نیاز دارید چپ و راست حد که اصطلاحاً من بهش میگم کلاه حد رو بدونید، اگر تابتون قدر مطلق داشت و صفر شد و یا توان زوج یا توان دو داشت و صفر شد، نیازی به چپ و راست گرفتن ندارید، همیشه صفر صفر راست هست. یعنی الان مسئله به شما گفته لیمیت جزء صحیح قدر مطلق x به روی x، x میل کنه به سمت صفر. خب بچه ها، اینجا من بذارم داخل قدر مطلق، نیازی ندارم صفر راست و چپ بگیرم. گفتم بهتون اینجا من صفر بذارم داخل قدر مطلق، چه صفر راست چه صفر چپ، چون قدر مطلق داره همیشه صفرش صفر مثبته. بچه ها میگن چرا کلاهشو یا علامتشو پیدا کردی داخل براکت؟ ما همیشه برامون چپ و راست مهمه. یه مرتبه صفر راست میذارم، یه مرتبه صفر چپ میذارم، میگم چون قدر مطلق داره، حاصل در واقع میشود صفر راست به روی صفر. اینجا رو خوب گوش کن بچه، صورت جزء صحیح صفر بیشتر، مثلا جزء صحیح یک دهم یا دو دهم میشه صفر، مخرجم میشه صفر. خیلی ها میگن ابهام صفر صفر. بچه ها ببینید ما چند جور صفر داریم. یه صفر داریم صفر حدی، یه صفر داریم صفر مطلق. صفری که از جزء صحیح میاد بیرون همیشه صفر مطلقه، خود صفره، درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه مثلا شما گفتید جزء صحیح یه دهم، جزء صحیح یه دهم میشه خود صفر، نه بیشتر نه کمتر. پس چیزی که از براکت میاد بیرون یادتون باشه همیشه مطلقه. اما مخرج بچه ها ایکسه، شما به جای ایکس صفر گذاشتید، آیا این خود صفر بوده؟ میگید نه، ایکس به سمت صفر میل کنه یعنی صفر بیشتر یا صفر کمتر بوده، پس مخرج خود صفر نبوده، مخرج میشود صفر حدی. صفر مطلق به صفر حدی همیشه صفره. میگی چرا؟ به خاطر اینکه صفر حدی مثلا یعنی یه دهم، منفی یه دهم، دو دهم، یه عدده، صفر تقسیم بر عدد میشه صفر دیگه. پس بچه ها یادتون باشه، الان براتون می نویسم البته اینا رو، یادتون باشه اگر صفر مطلق ایجاد شد، صفر مطلق رو کی ایجاد میکنه؟ براکت. صفر مطلق با صفر حدی فرق میکنه، صفر حدی یعنی صفریه که در حد به وجود میاد، مثلا مثل مخرج x به سمت صفر میل کرده، یعنی مخرج خود صفر نیست، ولی اونجا از تو براکت اومده بیرون، این خود صفره. تفاوت این دوتا رو بدونید. روابطی که حالا خیلی معروف هستن، بد نیست بدونید، بین صفر مطلق و صفر حدی رو این گوشه براتون می نویسم، این گوشه براتون بنویسم. صفر حدی به صفر حدی ابهامه، این همون ابهام صفر صفر رومیه که همتون دیدید. عرض کنم خدمتتون که صفر مطلق به صفر مطلق تعریف نشده است. بچه هر وقت خود صفر تو مخرج باشه تعریف نشده است، یعنی عدد به روی صفر مطلق اینم تعریف نشده است. دیگه چی؟ صفر حدی به صفر مطلق اینم تعریف نشده است. کلا صفر مطلق تو مخرج تعریف نشده است. اما بالعکسش صفر مطلق به صفر حدی که الان دیدیم صفره. چرا؟ چون صفر مطلق خود صفر، صفر حدی عدده، یه ذره بیشتر یا کمتر از صفر، مثلا یه دهم صفر تقسیم بر هر عددی میشه صفر. اینا روابط بین صفر مطلق و صفر حدی هن. چرا دارم اینقدر تاکید میکنم روش؟ چون یکی از سوالات حد کنکور سراسری 99 همین بود، نه که الان عین این باشه، جالب بود قلمچی سال 98 این سوال داده بود، ولی دقیقا همین نکته و همین فرمت در کنکور 99 مطرح شد. خب سوال 120 حاصل این حد رو میخواد. لیمیت ریشه سوم x منهای 1 به روی x2 به علاوه 3x منهای 4. و شما وقتی میخواییم یه حدی رو حساب بکنیم، اول عدد بذاریم توش ببینیم چه اتفاقی میفته. یک که بذارم
صورت صفر، مخرج صفر، ابهام صفر صفرم میده. بچه اینا صفر صفرم حدی هن دیگه. x به سمت یک میل میکنه، براکت هم نداره، گفتم صفر حدی. ما برای رفع ابهام صفر صفرم روش تشریحی که براش بلدیم ساده کردنه. یعنی اگر بخواید این سوال رو تشریحی حل کنید، باید صورت رو بیاید در قسمت چاق ضرب و تقسیم کنید، اتحاد چاق و لاغر بشه و بعدم عامل صفر شونده رو بزنید. اما بچه ها ما یک قاعده ای بلد هستیم به نام قاعده هوپیتال که میگه بیاید مشتق صورت رو بگیرید جداگانه، مشتق مخرج رو هم بگیرید جداگانه، عدد رو بذارید توش، حاصل حد به دست میاد. مشتق مخرج مشتق x2 2x، مشتق 3x3، مشتق عدد هم که صفر. اما مشتق رادیکال بچه ها یاد بگیرید اگر کسی نمیدونه، مشتق رادیکال با فرجه n، مشتق رادیکال میشه مشتق زیرش یعنی یک، فرجه رادیکال فرجه x به توان یکی کمتر. چی شد؟ الان فرمولشو می نویسم براتون. n تا ریشه n-م خودش یکی کمتر، پس رادیکال فرجه nx مشتقش میشه مشتق زیرش n ریشه n-م x n منهای یک. خیلی هم میگن آقا میتونیم رادیکال تواندار بنویسیم، مشتق تواندار بگیریم؟ میگم بله اونم میشه. دوست نداری میتونی اینو بنویسی x به توان یک سوم مشتق تابع تواندار بگیری، اونم اوکی، هر کدوم که میلت. حالا من گفتم اینجا فرمول مشتق رادیکال رو هم یاد بگیرید، وگرنه تواندار هم میتونید بنویسید، x میل کنه به سمت یک. خب یک رو بذارم توش صورت یک سوم، یک بذارم تو مخرج، مخرج پنج، از اینجا حاصل به دست میاد یک پونزدهم و جواب گزینه دوه. پس ابهام صفر صفرم داشته باشید، برای رفع ابهامتون میتونید از قاعده هوپیتال استفاده بکنید. مسئله 121 مربوط به بحث پیوستگی است. یک تابع چند ضابطه‌ای داده، گفته در دو پیوسته است. بچه ها در تابع‌های چند ضابطه‌ای همیشه حد رو از ضابطه مخالف میگیریم، مقدار رو از ضابطه مساوی. حالا اگر چپ و راستش فرق هم میکرد، چپ و راست رو جدا میکنیم. یعنی مقدار تابع تو نقطه دو هستش آ، حد تابع در نقطه دو، حد تابع در نقطه دو از ضابطه پایین محاسبه میشه، این مقدار بود. رادیکال سه منهای ایکس منهای یک به روی ایکس منهای دو، ایکس میل کنه به سمت دو. بچه ها اگر دو بذارم باز ابهام صفر صفرمه و برای رفع ابهامش میتونم هوپیتال بزنم. مشتق مخرج مشتق x که یکه، مشتق عدد ثابت صفره. مشتق رادیکال، بچه ها مشتق رادیکال اینجا براتون بنویسم، مشتق رادیکال u یعنی یه عبارتی میشه مشتق زیرش دو تا رادیکال خودش، مشتق رادیکال میشه زیرش دوتا رادیکال خودش، مشتق زیرش یعنی منفی یک، عدد که صفر، منفی x منفی یک به روی دوتا رادیکال خودش، پس مشتق زیرش دوتا رادیکال خودش. و بعد دو رو قرار بدم داخلش، از اینجا حاصل میشود منفی یک دوم. خب وقتی میگن تابع پیوسته است یعنی حد و مقدار با همدیگه برابر هستند، بنا به پیوستگی تابع در نقطه x مساوی 2 مقدار با حد باید برابر باشه، پس a میشود منفی یک دوم یا طبق گزینه ها منفی نیم. خیلی راحت، بحث پیوستگی هم همیشه بهتون چند ضابطه میدن توی کنکور، حد چپ و راست مقدار، حالا اینجا که چپ و راستش فرقی نمی کرد، جفتش از ضابطه مخالفا می گیریم، با هم دیگه مساوی قرار میدیم و مقدار مجهول پیدا میشه. سوال 122 گفته اگر این تابع در یک پیوسته باشد
خب بچه ها اینجا مشخص هستش که من حد چپ رو باید از ضابطه کوچیک‌تر رو بگیرم، حد راست و مقدار رو از ضابطه پایین. اول راست و مقدار رو بنویسم. حد تابع fx در یک راست و مقدار تابع در نقطه یک از ضابطه پایین، یک منهای قدر مطلق آ منهای یک. به همین ترتیب حد تابع در یک کمتر، داخل قدر مطلق هم تجزیه میکنم، x به علاوه 2 در x منهای 1 به روی x منهای 1. بچه قدر مطلق همیشه باید تعیین علامت بشه. چجوری هم تعیین علامتش میکنم؟ یک کمتر بذارم، یک کمتر منهای 1، پرانتز دومی منفی میشه، 1 به علاوه 2 که مثبت میشه، کلن ضربش میشود منفی. پس من یک که بذارم اولی مثبت، دومی یک کمتر منهای یک منفیه، پس در نتیجه قدر مطلق رو با علامت منفی بر میدارم. قدر مطلق رو منفی بر میدارم. خب ایکس میل کنه به سمت یک کمتر. ابهام صفر صفرم داره، عامل ابهام رو میزنم، یک رو بذارم داخلش، حاصل به دست میاد منفی 3. و چون پیوسته است حد راست و مقدار، با حد چپ باید برابر باشند، پس در نتیجه بنا به پیوسته بودنش در نقطه x مساوی 1، بودنمون خراب شد، بنا به پیوسته بودنش اینا باید با هم دیگه برابر باشن، یعنی یک منهای قدر مطلق آی منهای یک مساوی منفی 3. اینو ببرم اون طرف، اینو بیارم اونور، قدر مطلق آی منهای یک میشود 4، یعنی آی منهای یک میشود مثبت منفی 4. اگر با مثبت 4 در نظرش بگیرم آ 5، اگر با منفی 4 در نظرش بگیرم آ منفی 3، که از دو تا مقدار برای آب به دست میاد، منفی 3 و 5، و جفتش هم که برای ما قابل قبول هست. خب در سوال 123 این تابر رو به همون دادن، x به علاوه 2x2 منهای آ، گفته بر x به علاوه آ بخش پذیره. بچه ها همینجا وقتی به شما میگن یک عبارتی بر یک عبارتی بخش پذیره، یعنی اگر ریشه مقسوم الیه رو بذاریم داخل تابه، حاصل باقی مونده رو میده که باقی مونده صفره. پس از اون قسمت اول وقتی به من میگن بخش پذیره است، یعنی f منفی a صفره. همیشه اگر ریشه مقسوم الیه رو در داخل مقسوم قرار بدم، به من باقی مونده رو میده، چون بخش پذیره باقی مونده صفر. پس f به ازای منفی a صفره. خب بچه ها منفی a رو بذارم تو f، منفی a به توان 3 میشود منفی a 3، اینجا که بذارم میشود 2 تا a 2 منهای a برابر با 0، و بعد میتونم بیام تجزیهش بکنم. قبلش از یه دونه منفی a اگر فاکتور بگیرم میشود a 2 منهای 2a به علاوه 1 مساوی 0، که از اینجا دو تا a به همون میده، اولی a مساوی 0 رو به همون میده، دومی هم اتحاد مربع دیگه ریشش a مساوی 1 خواهد شد، دو تا a پیدا میشه. پس قسمت اول وقتی میگم بخش پذیره، یعنی ریشه مقسوم الیه رو بذارم داخل تابه باقی مونده رو میده که صفره، و از اینجا دو تا مقدار برای a به دست میاد. حالا گفته اگر حد این تابع بی نهایت بشه آ کدام است؟ من باید این جفت آ رو امتحان بکنم ببینم کدومش حد تابع رو بی نهایت میکنم، هر جفتش رو بررسی بکنم. خب بچه اگر آ صفر باشه، اگر آ صفر باشه، گفته لیمیت اف ایکس، اف ایکسمون آ رو صفر بذاریم میشود ایکس به علاوه 2x2، مخرجمون هم آ رو صفر بذاریم میشود x2، x میل کنه به سمت آ، یعنی x میل کنه به سمت صفر.
خب بچه ها این ابهام صفر صفرمه، این ابهام صفر صفرمه، اگر رفع ابهام کنم صورت از یه دونه x دو فاکتور بگیرم، وقتی x میل کنه به سمت صفر عامل ابهامم بزنم به جای x هم صفر بذارم، جواب دو میشه که بی نهایت نمیشه. پس a مساوی صفر نیست و قاعدتا a مساوی یک. حالا من a مساوی یک هم برای چک میکنم، ولی خب وقتی این نیست قطعا اونه دیگه. البته قطعا نمیتونم بگم چون یه دونه a عضو توهی هم داره، الان من حواسم نبود، یه دونه a عضو توهی هم داره، آره اینم باید چک بکنی، قطعا نمیتونید بگید چون آی عضو توهی هم داره، پس اونم باید بیام بررسی بکنم. آ مساوی یک رو بررسی میکنم. خب آ رو یک بذارم صورت اف ایکس میشه ایکس به علاوه دو ایکس دوی منهای آ، یعنی منهای یک، مخرجم ایکس منهای آ، یعنی ایکس منهای یک به توان دو، ایکس میل کنه به سمت یک. خب بچه یک رو اگر بذاریم تو صورت میشود دو به علاوه ایکس منهای یک میشه دو. یک رو بذاریم تو مخرج، مخرج میشه صفر. منتها قبلا بهت گفته بودم اگر عبارتی توان زوج داشته باشه همیشه صفرش مثبته، یعنی دیگه نمیخواد راست و چپ بگیری، چون توان دو داره حتما صفر مثبت و عدد به صفر مثبت مثبت بی نهایت. بله پس بنابراین کاملا درسته، آ مساوی یک قابل قبوله، ولی میگم چون گزینه توهی داری باید حتما جفتشو بررسی کنی، ممکنه هیچ کدومش رابطه رو مثبت بی نهایت نکنه بچه. خب در سوال 124 گفته چه تعداد از حدود زیر درست محاسبه شده است؟ همه رو باید قاعدتا بررسی بکنم. در مورد حد تانژانت بچه ها در کتاب درسیتون میان تانژانت رو به شکل سینوس به کوسینوس تبدیل میکنن و حدش رو حساب میکنن. میخوام حد تانژانت رو جایی که بی نهایت میشه مثلا نقطه پی دوم از رو دایره بهت یاد بدم که مقدار سریع‌تر بتونم چک بکنم. چطور این کار رو انجام بدم؟ پس بچه ها من میخوام مورد الف و مورد ب رو الان بررسی بکنم. چطور از روی دایره حد تانژانت رو پیدا بکنیم؟ بچه ها اینجا تو دایره مثلثاتی پی دومه. خب بچه ها اینم محور تانژانته درسته؟ میگید بله. این محور تانژانته، اینم زاویه پی دوم. پی دوم راست، پی دوم چپ. بچه ها این پی دوم راست، حالا من یه ذره دارم بزرگ میکشم، خیلی بخش پی دوم چپ و اینم پی دوم راست، چون محدودیت فضای حل دارم یه ذره من بزرگ کشیدم. اینجا پی دوم راست باشه، اینجا هم پی دوم چپ باشه. خب بچه ها پی دوم چپ، شما اگر پی دوم چپ رو ادامه بدید، پی دوم چپ محور تانژانت رو داره کجا قطع میکنه؟ میگه این بالا ماله ها مثبت بینه. اگر پی دوم راست رو ادامه بدیم محور تانژانت رو کجا قطع میکنه؟ میگه این پایین، منفی بی نهایت. پس شما میتونید حد تانژانت یا کوتانژانت رو جاهایی که بی نهایت میشه از رو دایره پیدا بکنید. بگید اینجا پی دومه، خود پی دوم چون موازی محور تانژانت، تانژانت تعریف نشده است، ولی پی دوم کمتر، ادامه بدید کجا محور تانژانت رو قطع میکنه؟ مثبت بی نهایت. پی دوم بیشتر، ادامه بدیم کجا قطع میکنه؟ منفی بی نهایت. خب مورد الف گفته پی دوم کمتر مثبت بی نهایت، پس بنابراین این اوکی. مورد ب گفته پی دوم بیشتر منفی بی نهایت، پس اینم اوکی. خب مورد جیم و مورد دال. مورد جیم لیمیت x بروی کوسینوس x، x برود به سمت پی دوم بیشتر. بچه ها صورت هست پی دوم، مخرج هست کوسینوس پی دوم صفر. از کجا بفهمم صفر بیشتر یا صفر کمتر؟ یه راهش دایره است، میخوام یه راه دیگه بهت یاد بدم. بچه ها به من بگید کوسینوس توی پی دوم نزولیه یا صعودی؟
تصور بکنید شکل کوسینوس اینه، تابع کوسینوس تو پی دوم نزوله. یه قانونی هست میگه اگر تابع شما در نقطه‌ای که میخواید کلاه حدش یا چپ و راست حدش رو پیدا کنید نزول بود، کلاه عوض میشه، صعود بود، کلاه عوض نمیشه. جای نوشتن ندارم، اگر نمیدونی یه جا یادداشت کن. هر تابعی که صعودی باشد کلاه رو عوض نمی کند، نزولی باشد کلاه رو عوض می کند. الان شما فهمیدید که تابع کوسینوس در نقطه پی دوم نزولیه، درسته؟ وقتی تابع شما نزولیه یعنی کلاه حدتون عوض میشه، یعنی این راسته این میشه چپ. نزولی عوض میکنه، صعودی بود عوض نمیکنه، پس راستو میکنه چپ. عدد به صفر بی نهایت، مثبت به منفی، منفیه بی نهایت. گفته مثبت بی نهایت، پس این نادرست محاسبه شد. و مورد دال، لیمیت x به روی یک منهای سینوس x میل کنه به سمت پی دوم راست. بچه صورت پی دومه، مخرج سینوس پی دوم میشه چند؟ سینوس پی دوم میشه یک. بچه ها میگن بازم صعود نزول برم ببینم بیشتره یا کمتره. نمیخواد. بچه ها هر زمانی که مقدار سینوس یا کوسینوس شد یک، حتما این یک یک کمتره. چرا؟ به خاطر که سینوس و کوسینوس ماکزیمومشون یکه، هیچ وقت یک بیشتر نمیتونن بشن. اگر یک بشن یک کمتره. در مورد منهای یک هم همینطوره ها، مینیموم سینوس کوسینوس منهای یکه، اگر منهای یک بشن منهای یک کمتر نمیتونن بشن، همیشه منهای یک بیشترن. پس اینا صعود نزول نمیخوان، به شکل پیشفرض میدونم هر زمانی که سینوس یک بشه ماکس سینوس چون یکی، یکیش بیشتر نمیتونه بشه، حتما یکیش یکی کمتر. خب بچه ها یک منهای یک کمتر، یک منهای یک کمتر یه مقدار مثبته. پی دوم به صفر راست هم حاصل میشود چی؟ مثبت بی نهایت. و اینم درسته. پس بنابراین سه تا از حدهای گفته شده اینجا داره درست محاسبه میشه، پس در واقع جواب گزینه یک درست. نکات مهم میدارین، سوال بود حتما، اگر متوجه نشدید یک مرتبه دیگه این رو ببینید. در 125 یک حدی رو به همون حاصلش رو داده توی بی نهایت و مقدار امزبدره رو خواسته. یه چیزی یادتون باشه، ما اگر در داخل یک حدی براکت داشتیم همیشه سعی میکنیم براکت رو از بین ببریم. یعنی قدر مطلق و براکت دو تا چیزی هستن که همیشه در حد باید از بین بره. قدر مطلق تعیین علامت بشه از بین بره، براکت مقدار گذاشته بشه از بین بره. بچه شما منفی بی نهایت رو بذارید این تو، این رو میام براتون جداگانه مینویسم اینجا. جزء صحیح یک ایکسام اگر منفی بی نهایت بذارم توش چی میشه؟ بچه ها عدد به روی بی نهایت میشه صفر، مثبت به منفی میشه منفی، چون داخل براکت من باید کلاه بگیرم، چپ و راست بگیرم. پس همیشه عدد به بی نهایت صفره، مثبت به منفی پس صفر منفی، صفر منفی هم جزء صحیحش منفی یک. همون. پس براکت داشتی به جاش مقدار میذاشتی، دیگه براکت نداشتی، دنبال محاسبه حدت میگشتی. براکتتون منفی یک شد، پس میشه منفی دو ایکسه، به جاش گوشتم منفی یک ضرب در عبارت پشتش به علاوه 6 x 2 منهای یک. مخرج هستش منفی یک به علاوه n در x به توان m به علاوه 4 x 2 به علاوه 5. بچه ها میگن چرا جا به جا نوشتی؟ میگم الان بهت میگم. دوستان زمانی که در بی نهایت حاصل حد یک عدد است، یعنی حتما صورت و مخرج هم درجن، و به دلیل اینکه صورت شما درجه 3، پس قاعدتا مخرج شما باید درجه 3 باشه، پس حتما این x به توان m x به توان 3 بوده، صورت و مخرج هم درجه باید باشه. پس اینجا میگم که چون حاصل حد
عدد است یعنی صورت و مخرج هم درجند. درسته؟ یعنی در واقع وقتی شما میخواید حد رو حساب کنید تو بی نهایت، پرتوان صورت منفی 2x است، پرتوان مخرج هم منفی 1 به علاوه n در x به توان m. باید حتما صورت و مخرج هم درجه باشن که حد عدد ثابتی بشه که بعد بتونم اینا رو با هم دیگه بزنم. پس در نتیجه مقدار مجهول m حتما چند بوده؟ 3 بوده. تو موقع حاصل حد میشه ضریب پرتوان صورت به ضریب پرتوان مخرج، منفیاش هم با هم دیگه میرن و این در واقع همون عدد حدمه، یعنی 3/2 که از اینجا طرف این وسطینش بکنم میشود 3 به علاوه 3n برابر است با 4. از اینجا 3n میشه 1 و از اینجا مقدار n میشه 1/3. حالا مسئله مقدار m ضرب در n رو خواسته، حاصل ضرب اینها رو خواسته. خب m ضرب در n یعنی 3 ضرب در 1/3 که از اینجا حاصل به دست میاد 1 بچه. پس جمله پرتوان صورت و مخرج باید هم درجه باشن وقتی حاصل حد عدد میشه. پس m 3 بوده و نسبت ضریب هاشم در واقع حاصل حد رو بهمون میده و میتونیم از اینجا مقادیر مجهولاتمون رو به دست بیاریم. خب بریم سوال بعدی. ترکیب تابه است با بحث حد. در سوال 126 گفته اگر نمودار تابه fx در واقع مطابق شکل زیر باشد حاصل این حد رو به دست بیاریم. بچه من اول باید ضابطه fx رو پیدا بکنم. چطور ضابطه fx رو پیدا بکنم؟ میبینی این شکل کیه؟ این شکل در واقع این بوده، همون نمودار منفی ایکسه که نمودار منفی ایکسه یک واحد رفته سمت چپ، یک واحد رفته بالا. پس برای تعیین ضابطه اف ایکس میتونم بگم که من تابع ایگرگ مساوی منفی ایکسه رو داشتم که این یک واحد به چپ رفته و یک واحد بالا. یکی چپ رفته یکی بالا. یکی چپ رفته یعنی به ایکسش یکی اضافه شده. گفتم ضریب رو اثر نمیدید، به ایکسش یکی اضافه شده، یک واحد بالا به کلش یکی اضافه شده و به این ترتیب ضابطه ی اف ایکس هم به دست میاد که من بتونم اینجا جایگزینش کنم. حالا مسئله گفته لیمیت قدر مطلق اف ایکس، قدر مطلق اف ایکس بروی 2x منهای 1 به توان 3. خب ما گفتیم قدر مطلق باید تعیین علامت بشه، تو بی نهایت هم همینطوره. بچه مثبت بی نهایت بذارید این تو، مثبت بی نهایت به علاوه 1 به توان 3 میشه مثبت بی نهایت، با منفی پشتش میشه منفی بی نهایت، به علاوه 1 هم بشه بازم میشه منفی بی نهایت. یعنی داخل قدر مطلق رو تعیین علامت بکنم منفی میشه. یعنی چجوری باید قدر مطلق رو بردارم؟ توی منفی ضربش کنم، میشود x به علاوه 1 به توان 3 منهای 1، مخرجم میشود 2x منهای 1 به توان 3. خب شما میدونید دیگه تو بی نهایت میگیم با صرف نظر از جملات کم توان و عدد ثابت، من باید جملات پرتوان رو در صورت و مخرج پیدا بکنم. جمله پرتوان صورت اگر اتحادم رو باز بکنم x به توان 3، به بقیه جملاتش احتیاجی ندارم. پرتوان مخرجم اگر اتحادش رو باز کنم جمله اولش 2x به توان 3 که می شود 8x3، این جمله پرتوان مخرجه که حالا x ها با هم دیگه ساده میشن و از اینجا حاصل حد به دست میاد
یک هشتم. خیلی ساده، یعنی شما فقط نیاز بود ضابطه F رو پیدا بکنی که بذاری سر جاش و جملات پرتوان صورت و مخرجت پیدا بشی که بتونی حد رو محاسبه بکنی. خب دوستان، از اینجا به بعد وارد بحث مشتق میشیم. البته بخش اول مشتق در آزمون 26 دی ماه شما مطرح میشه و در اینجا هنوز فرمول های مشتق در کتاب درستون درس داده نشده. حالا درسته من تو هوپیتال ازش استفاده کردم، ولی کتاب درسی شما فرمول های مشتق رو در انتهای کتاب درس میده. حالا معلم های کنکور این کار رو نمی کنن. ولی خب اینجا من ناچار هستم که با استفاده از تعاریف مشتق و مفهوم مشتق این مسئله رو حل بکنم. خب در سوال 127 گفته با افزایش مقادیر از نقطه صفر تا آ مقدار مشتق چگونه تغییر میکنه؟ بچه ببینید یه همچین شکلی رو بهتون داده. تغییر مشتق رو خواسته از این نقطه تا این نقطه. مثلا اینجا نقطه آ باشه، اینجا نقطه ب. یه چیزی من بهتون بگم، مشتق مفهومش یعنی شیب خط مماس. اگر شما از اینجا شروع بکنید خط مماس های کشیدن، یه خط مماس میکشید شیبش مثبته. هرچی برید جلوتر چی میشه؟ شیب خطتون داره کمتر میشه. اینجا خطتون افقی میشه، یعنی شیب صفر میشه. حالا در اینجا که میاد مقدار شیب چی میشه؟ اینجوری که بیاد مقدار شیب منفی میشه، درسته؟ دوباره به همین ترتیب صفر میشه و الی آخر. حالا مسئله تا اینجا خواسته، تا نقطه آ خواسته، یعنی در واقع تا اینجایی که شروع میکنه به زیاد شدن. پس بنابراین ببینید چه اتفاقی بوده، اول زیاد شده، از زیاد همینجوری رفته رو به کم. پس بنابراین اگر ما بخوایم مقدار مشتق تغییراتش رو در نظر بگیریم، اینجا زیاد شده، بعد اومده رو به کم، رو به کم، بعد دوباره صاف شده و دوباره چی شده؟ دوباره شیب خطتون افزایش پیدا کرده. یعنی شیب مثبت بوده، شیب منفی بوده و دوباره شیب مثبت شده. پس بنابر این میتونید در واقع گزینه رو بزنید، اولش افزایش بوده، بعد کاهش بوده و بعد دوباره افزایش داشته و دقیقا گزینه‌تون به این ترتیب به دست میاد. اینجا هدف این بوده که دانش آموز مفهوم شیب رو متوجه بشه. سوال 128، عرض از مبدأ خط مماس بر منحنی در نقطه 2. پس شما اگر یک منحنی داشته باشید و بخواید بر این منحنی یک خط مماسی رسم کنید، در چه نقطه‌ای؟ در نقطه‌ای به طول 2. عرض نقطه، طول رو میذارم داخل تابع، عرضش میشه 0، بهش میگن نقطه تماس. شما برای اینکه معادله خط مماس بر منحنی رو بنویسید، نقطه تماس رو باید داشته باشید که مسئله بهتون داده طول نقطه تماس 2، گذاشتم تو تابع، عرضش به دست میاد. شیبش هم باید داشته باشم. مقدار ام یا شیب خط مماس میشه مشتق تابع به ازای نقطه تماس. پس چی شد؟ مشتق به ازای طول تماس میدهد به من شیب خط مماس. یعنی اگر من بخوام مقدار شیب خط مماس رو پیدا بکنم، ام شیب مماس، باید بگم مشتق به ازای طول تماس، یعنی مشتق به ازای نقطه 2. چطور مشتق به ازای نقطه 2 رو پیدا کنم؟ بعدن که فرمولای مشتق رو یاد گرفتید اینو میتونید معمولی حل بکنید، ولی فعلا با استفاده از تعریف مشتق. لیمیت fx منهای fa به روی x منهای a، x میل کنه به سمت a، از تعریف استفاده میکنم. پس برای به دست آوردن شیب خط مماس از تعریف میرم. fx ضابطش که هستش x منهای 2 در رادیکال x2 به علاوه 5، f2 مقدار f به ازای 2 که صفره بروی x منهای 2
که همینطور که میبینید این ایکس من های دو با هم دیگه میرن، دو رو جایگزین کنم میشود رادیکال 9 و از اینجا حاصل به دست میاد 3. پس به این ترتیب میتونم مقدار مشتق رو با استفاده از البته تعریفش به دست بیارم، یا همون شیب خط مماس که گفتم مشتق به ازای طول تماس، مشتق به ازای طول تماس میدهد به من شیب خط مماس. مقدار شیب خط مماس و نقطه رو که دارم میتونم فرمول معادله خط رو بنویسم. بچه فرمول معادله خط ایگرگ منهای ایگرگ صفر ام در ایکس منهای ایکس صفر دیگه هم فرمول معادله خط هستش که قبلا استفاده میکردیم. با داشتن یک نقطه و شیب معادله رو مینویسیم که میشود ایگرگ مساوی 3x منهای 6. و بعد مسئله از من عرض از مبدا خط مماس رو خواسته. خب این عددی که اینجا هست این هم عرض از مبدا خط مماستون هستش که در گزینه ها موجود. خب مسئله بعدی نمودار F شکل مقابل است حاصل این حد. بچه ها اینم حد تعریف مشتقه، فقط از یه منفی تو صورت میام فاکتور میگیرم که بشه fx منهای fa به روی x منهای a. از یه دونه منفی تو صورت فاکتور میگیرم که این تعریف مشتق قبلی fx منهای fa به روی x منهای a. این چیزی که من اینجا دارم در واقع تعریف مشتق تابع F در نقطه X مساوی 1، یعنی این میشود F پریم 1. و بچه ها همین الان بهتون گفتم مشتق به ازای طول تماس میدهد به من شیب خط مماس. پس این F پریم 1 یعنی شیب خط مماس. خب بچه اگر رو شکل نگاه بکنید تابع F خط مماس نداره، اصلا تابع F خودش خطه، میشه شیب اون خطه. شیب خط رو چجوری پیدا میکنیم بچه؟ همه ما میدونیم شیب تانژانت زاویه ایست که خط با جهت مثبت محور X ها میسازد. پس شیب خط تانژانت زاویه ایست که خط با جهت مثبت محور ایکس ها می سازد. یعنی میتونم بگم که این هستش منفی تانژانت 150 درجه. تانژانت زاویه ای که خط با جهت مثبت محور ایکس ها می سازد می شود شیب. بچه تانژانت 150 درجه میتونیم بگیم منهای تانژانت 30 درجه است، چون 30 و 150 مکملن، تانژانت 150 منهای تانژانت 30. خب منها در منها میشه مثبت، مثبت تانژانت 30 که تانژانت 30 هم 1 به رادیکال 3 یا همون رادیکال 3 سومه. پس بچه ها این چیزی که بهتون داده از یه منفی فاکتور بگیرم که بشه تعریف مشتق fx منهای fa x منهای a. x میل کنه به سمت a، این می شود مشتق در نقطه 1. گفتیم مشتق یعنی شیب خط مماس، اگر تابتون خودش خطی باشه یعنی شیب خط در نقطه 1 که می دونید در لحاظ نموداری شیب یعنی تانژانت زاویه ای که خط با جهت مثبت محور ایکس ها می سازه. تانژانت 150 رو چطور حساب کنم؟ میگم همون تانژانت 30 منتها علامت منفی، چون دو زاویه مکمل تانژانت های قرینه دارن. به جاش نوشتم منهای تانژانت 30 و حاصل به دست اومد. و اما سوال آخر، گفته این خط در نقطه 3 بر منحنی تابع مماس است، حاصل F3 به علاوه F3 کدام است؟ خب بچه ها ببینید، اولا من این موضوع رو میام بر روی منحنی نمایشش میدم. تابع ایگرگ مساوی اف ایکس یک نقطه روش وجود داره که این نقطه طولش برابر با 3، یک خطی هم بر این تابع مماسه.
به معادله ایگرگ مساوی دو ایکس به علاوه سه. من یادتونه گفتم باید نقطه تماس رو داشته باشیم. خب نقطه تماس طولش برابر با سه. عرضش رو چطور پیدا میکنم؟ میگم خب مگه نقطه تماس بر روی خط مماس قرار نداره؟ شما طولش رو بذارید این تو عرض به دست بیاد، یعنی سه رو بذارید میشه 6 به علاوه 3 میشه 9، عرضش پیدا میشه. پس 9 که عرضش هست یا در واقع مقدار اف 3 هست پیدا میشه. اف 3 یا عرض نقطه 3 میشه 9. طولش رو میذارم تو خط، عرضش پیدا میشه 9. اف پریم 3 چجوری به دست میاد؟ اف پریم 3 گفتم شیب خط مماسه. اف پریم 3 یعنی همون ام، یعنی همون شیب خط مماس. خب بچه شیب خط مماس چنده؟ نگاه کنی شیب خط چنده؟ دو دیگه. پس اف پریم 3 یعنی شیب خط مماس که اینم برابر با 2ه. پس من شیب خط مماس رو دارم 2، مقدار تابع تو 3 یعنی عرض نقطه تماس که طول گذاشتم تو خط عرض به دست اومد. خب حالا مسئله از من چی خواسته؟ مجموع اینا رو F3 و علاوه F3 مثل F3 هستش 9، F3 مثل هستش 2 و مجموعا هم میشود 11. خب دوستان عزیز خسته نباشید، امیدوارم که از این سوالاتی که حل کردم براتون نهایت استفاده رو برده باشید. سعی کردم مباحث ترم اولتون یعنی تابع، حد، مثلثات و این قسمت ابتدایی مشتق رو با استفاده از این سوالات براتون مروری بکنم. امیدوارم که بتونید در آزمون جامعه 26ام، حالا مربوط به هر مؤسسه‌ای که هستش و شرکت میکنید توش، از این سوالات و از این نکاتی که گفتم استفاده لازم رو ببرید و نتیجه خوب و نتیجه دلخواهتون رو بگیرید. با آرزوی موفقیت برای همتون، خدا نگهدار.